چی میتونه فروش منو بیشتر کنه و بیزینسمو یه لول ببره بالاتر؟ خب سوال خیلی خوبیه. چون وقتی یکی همچین تصمیم رو میگیره، خیلی راهکار ناخودآگاه میاد جلو چشمش. کاری که من واسه ارتقای بیزینسم انجام داده بودم این بوده، داشتن یک استراتژی قوی که امروز میخوام اون رو بهتون یاد بدم. اون زمانی که من کارم رو به عنوان یک تبلیغ نویس استارت زدم، تو بیزینسم فقط یک نفر بودم و هیچ کارمند دیگه ای نداشتم. معمولا از کارفرماهای مختلف جست و گریخته یه سری پروژه ها میگرفت. این مشتری 2000 بهم میداد، اون مشتری 10000 بهم میداد، 500000 تومان، 1 میلیون تومان. اون موقع همه رو میتونستم به چشم مشتری ببینم. ولی مسئله ای که هست و من اون موقع نمیدونستم اینه که اگر رویکردتون اینطوریه که همه میتونن مشتریتون باشن، این یعنی هیچ کی مشتریتون نیست. اون زمان بود که یک استراتژی رو یاد گرفتم به اسم استراتژی کمپین. بله، استراتژی کمپین. سوالی که توی این استراتژی پرسیده میشه اینه، اون یک دونه مشتری طلایی که اگر من به دستش بیارم باعث میشه انت مشتری هم باش بیان کجاست؟ اون زمانی که خودم تنها بودم و سعی میکردم که تبلیغ نویس بزرگتری بشم، کتاب های مختلفی رو توی زمینه مارکتینگ میخوندم. یک کتاب خیلی معروفی دستم اومد به اسم گوریلا مارکتینگ که نویسندش در مورد مارکتینگ توی بیزنس های کوچیک نوشته. این نویسنده خودش 20 میلیون جلد از کتابش رو توی کل دنیا به فروش رسونده. بعد خوندن کتاب رفتم وبسایتش رو دیدم، کارهایی رو که انجام داده بود رو دیدم، اومدم کل اون راهکارها رو دوباره به روش خودم نوشتم و اتفاقا به آموزش‌های مستر کلاسم هم ادش کردم. همین باعث شد که اولین مشتری کمپینگم رو پیدا بکنم و در نهایت فروش خودم رو خیلی از دانشپذیرام چندین برابر بشه. وقتی مشتری اعتمادش بهتون بیشتر میشه، مخصوصاً ابتدای بیزینستون که دنبال اعتبار هستین، پیدا کردن مشتری کمپین خیلی براتون مهمه. بگردین دنبال اون یک دونه آدمی که میتونه همچین تأثیر رو روی کارتون بگذاره. میتونه یک شرکت باشه، لزوماً یک آدم نباشه. اگر اون یک مشتری رو به دست بیارین، همه رو میتونید به عنوان مشتری به دست بیارین. چون اون موقع است که همه میگن اگر به درد اون آدم خوردی، به درد من هم حتما میخوری. این باعث میشه که بیزینستون خیلی سریعتر رشد بکنه. یک مثال براتون بزنم. یک زمانی توی انگلیس یک سری کنفرانس‌های خیلی خیلی بزرگی رو برگزار می‌کردن که 5000 نفر آدم، 10000 نفر آدم، 25000 نفر توی اون کنفرانس‌ها جمع می‌شدن. که چی بشه؟ که بیان از همین استراتژی کمپین استفاده کنه. اتفاقی که تو این کنفرانس ها میافتاد این بود که سخنران های کمپین مثل دونالد ترامپ قبل از اینکه رئیس جمهور شه، تونی رابینز، رابرت کیوساکی، بیل کلینتون، همه این سلبریتی ها می اومدن توی اون کنفرانس، یک پول قلمبه ای هم بابتش می گرفتن به خاطر اینکه این همه آدم به خاطر اونها داشتن اونجا جمع می شدن. بعدش کم کم سخنران هایی که کارشون فروش روی این استیج ها بود می اومدن و محصول و خدماتشون رو اونجا معرفی میکردن. نه بابت سخنرانی پولی میگرفتن، نه چیزی از پول بلیط بهشون داده میشد، نه هیچ درآمد دیگه ای. فقط میومدن و جلوی مثلا 10000 نفر آدم معرفی میکردن که محصولشون چیه یا خدماتشون چیه. فرض کنید مثلا اگر اون سخنران میومد جلوی 10000 نفر تبلیغ محصول 1000 دلاریشو انجام میداد و مثلا 100 تا یا 200 تا از اون رو میفروخت و این اتفاق پشت سر هم توی چند تا کنفرانس دیگه هم میافتاد، این براش ده ها میلیون دلار پول بود. بعد می اومد پورسانت اون سخنران روی استیج رو هم میداد و خب در نهایت خیلی براش سود عالی می بود. این مدل بیزینسی که بهش میگم استراتژی کمپین به این شکل کار میکنه. پس این سوال رو از خودتون بپرسید، اون یک دونه مشتری، اون یک دونه شرکت، اون یک دونه آدم کیه که اگر بتونید اون رو به عنوان اولین مشتری به دست بیارین، همه چیز رو با هم تغییر میدید. از اون میتونید واسه اینکه یهو بیزینستون رو بزرگ و بزرگتر بکنید استفاده کنید. اگر بتونید این کار رو انجام بدین، از امیرزاده دهقانی که کسی اون رو نمیشناسه به امیرزاده دهقانی که همه میشناسنش تبدیل میشید.